بهرام خلدی استاد تاریخ و روابط بین الملل را از انتریو با خود داریم و در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. آقای خلدی خوش آمدین. با کشته شدن جانشین نصرالله و درخواست آتش بس از سوی حزب الله، این گروه واقعا تضعیف شده؟ خدمتتون درود میفرستم جناب محمدی گرامی و همه مخاطبان افغانستان اینترنشنال. اگر ما بر اساس استانداردهایی که خود اسرائیلی ها و خود آقای نتانیاهو این استانداردها را بنا نهادند بخواهیم قضاوت بکنیم، حزب الله به اون معنا که امنیت مردمان غیر نظامی شمال اسرائیل در آستانه تضمین شده باشد هنوز به اون معنا تضعیف نشده است، کما اینکه دو شب پیش حملاتی که در همون سالگرد 7 اکتبر از طرف حزب الله به شمال اسرائیل و به قلب اسرائیل شد، شهرهای مانند حیفا، اورشلیم و نیز تل آویو را هدف قرار داده بود که البته سپر آهنین و فلاخن دیوید داوود این را در واقع مهار کردند، این حملات رو، و این حملات با موشک‌های بالستیک انجام شدند. بنابراین به نظر من آقای نتانیاهو با توجه به این میزان از نیرویی که اکنون به جنوب لبنان ارسال کرده اند، سخنرانیشان بیشتر جنبه زمین چینی داشت برای اینکه به غیر نظامیان لبنان هشدار بدهند که باید مناطق مختلف را تخلیه کنند، چرا که اسرائیل در پی نابود کردن کامل توانایی حزب الله است. و به نظر من ما هنوز فاصله داریم تا اون استاندارد بسیار بالایی که آقای نتانیاهو قرار دادند از نظر امنیت مردم اسرائیل، اون استاندارد در واقع برآورده شود و این 70-80 هزار نفر اسرائیلی که از شمال اسرائیل بی خانمان شده اند دوباره به خانه و کاشانه ایشان بازگردند. خب اسرائیل در جنای دیگه که با جمهوری اسلامی هم درگیر هست، واقعا منتظر تایید آمریکا و تماس بایدن هست نتانیاهو برای پاسخ به جمهوری اسلامی؟ به هیچ وجه. به نظر من هرگز. به نظر من آقای نتانیاهو عملا دارند با شیوه ای که هم با جمهوری اسلامی و هم دیگر نیروهای نیابتی مسلح جمهوری اسلامی برخورد می کنند، نه تنها نشان می دهند که هیچ فرمانبرداری از آقای بایدن ندارند، که برایشان حتی اهمیتی ندارد که شانس انتخاب شدن معاون آقای بایدن یعنی خانم هریس را با این حملات شدیدی که می کنند بسیار کاهش بدهند، چرا که بسیاری از اعراب مسلمان آمریکایی به خصوص آنهایی که در ایالت میشیگان هستند به خاطر همین تشدید عملیات اسرائیل چیزی حدود 40,000 نفرشان به نظر می رسد که ممکن هست به یک نفر از یک حزب سوم به غیر از حزب جمهوری خواه یا حزب دموکرات رأی بدهند. و به نظر من تا این اندازه اسرائیل در طول تاریخ حیاتش نسبت به هیچ یک از متحدان غربیش تا این اندازه قدرت نداشته که امروز دارد. و اینکه کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده آمریکا و برخی کشورهای عربی مذاکرات محرمانه ای را با جمهوری اسلامی آغاز کرده، فکر میکنیم به نتیجه برسه این مذاکرات؟ من بدبین هستم برای اینکه برای به اجرا درآورده شدن هر گونه شرایط مربوط به این گونه مذاکرات، در درجه اول حزب الله می باید دست به آتش بس بزند. حزب الله هم که میگوید تا وقتی که اسرائیل متوقف نکند آتش باریش بر بیروت را، دست از آتش باری بر شمال اسرائیل و قلب اسرائیل بر نخواهد داشت. ولی اینکه آقای نتانیاهو امروز گفتند که جانشین آقای نصرالله یعنی هاشم صفی‌الدین را هم اسرائیل موفق شده است از میان بردارد، به نظر من پیامی هست به اروپایی ها و آمریکایی ها و طرف های عربی، شرکای عربی این مذاکرات آتش بس، که می باید شرایط اسرائیل را در مد نظر قرار بدهند و چه بسا به اون اولویت بدهند.
سپاسگزارم جناب خلدی از حضورتان در این بحث.